سازمان دیدبان حقوق شیعیان شیع رایس باش، گزارش ماهانه خود درباره برجسته‌ترین موارد نقض حقوق جوامع شیعه در کشورهای مختلف جهان را منتشر نمود بر اساس این گزارش طالبان همزمان با فرارسیدن آشورای حسینی اقدامات خودسرانه ای را علیه شیعیان اعمال نموده است این سازمان در گزارش خود عنوان کرده است که طالبان علاوه بر محدود نمودن برپایی مراسم های مذهبی در مکان های خاص برافراشتن پرچم ها و استفاده از بلنگورانیز ممنوع کرده و یک معترض شیعه را در شهر حرات به شهادت رساندند در ادامه این گزارش آمده است در شهرستان سرپل نیز اجتماع عزاداران حسینی مورد حمله تروریستی قرار گرفته و بر اثر پرتاب نارنجک دستی هفتن از عزاداران حسینی مجروح شدند در پاکستان نیز مقام های پنجاب از ورود 62 عالم و شخصیت های مذهبی به منطقه باکار برای برگزاری مجالس حسینی جلوگیری کردند همچنین در منطقه پاراچنار گروه های تروریستی که شیعه را به شهادت رسانده و دهاتن از جمله زنان و کودکان را شهید و مجروح نمودند در کشور بحرینیز مقام های بحرینی از سفر تعدادی از مداهان و واعظان شیعه برای شرکت در مراسم بزرگ داشته آشورا ممانعت کردند این گزارش میگوید وزارت, وزارت کشور کویت تصمیمات خودسرانه ای را علیه شیعیان صادر نموده و برافراشتن پرچم آشورایی و برپایی خیمه‌ها را ممنوع کرده است در اقدام دیگر دولت کویت حسین القلاف نماینده شیعه را به دلیل انتقاد از تصمیمات خودسرانه ای دولت کویت بازداشت کرد شایان ذکر است که در پایان گزارش به حمله گروه تروریستی به مراسم عزاداری حسینی شیعیان در کشور عمان اشاره شده است که موجب به شهادت رسیدن و مجروح شدن شش نفر گردیده است